وقت همگی به خیر باشه بنده هرشی هستم و توی این کلیپ قرار با همدیگه چند تا نکته در مورد بهتر صحبت کردن ترکیه استانبولیمون مکالمه بهترمون یاد بگیریم به خاطر اینکه خیلی درخواست داده بودن بچه ها توی دایرکت و این برانور که چرا دیگه آموزش نمیذاری سعی کردم یک سری از در واقع شده که بردم رو به صورت یه یک سری ویدیوی سریالی براتون در واقع رو یوتیوب قرار بدم و اینستاگرام اینستاگرام امیدوارم که استفاده بکنید یه سه نقطه نوشتم اینجا براتون بخونم اولین چیزی که باید انجام بدید برای اینکه مکالمه رو کامل یاد بگیرید اینه که روتون بشه صحبت کنید هر آنچه که بلدید رو رو کنید بدون اینکه خجالت بکشید رو در وایسی کنید نه رو در وایسی من اینجا نبود ترکا میگن چکین مک یعنی عقب کشیدن رو نشه صحبت کنی مثلا میگن چکیم کنوش نکش عقب صحبت کن خجالت نکش نمیدونم تعارف در وایسی این که حالا اصطلاحیه سعی کنید هر چی که بلدید رو ازش استفاده کنید به زبون سادش من خودم این کار رو میکردم این به این معنی نیست که ما بیایم اون چیزی که بلدیم رو استفاده کنیم و غلط باشه نریم در موردش تحقیق کنیم بدونیم حتی گاهی غلطه و خودمون رو اصلاح نکنیم نه من شاید دارم چهار پنج سال صحبت میکنم شاید بیشتر و اون شاید سال اولی که صحبت میکردم اینجوری بود که یه کلمه صحبت میکردم یک هفته فکرم درگیر بود خیلی کم برد بودم و شاید دو سه کلمه مثلا اینجوری شروع کردم و همینجوری رفتم چون من فارس هم هستم و هیچ پیش زمینه ای نداشتم یعنی هیچ چی عادت بودم از این ویدیوهای یوتیوب گرفته بودم و خودم رو هی اصلاح میکردم صحبت می میرفتم اصلاح می میومدم یعنی سری بعدی من خیلی بهتر بودم دوباره میرفتم دوباره میومد یعنی خیلی این اصلاح کردنه باعث شد من پیشرفت کنم دوستایی داشتم و دارم که اونا هم با من شروع کردن حتی بیشتر از من تو محیط بودن یه سر کار میرن یه سریشون بیشتر از آن تو محیط بودن به هر حال ولی حتی مدرک زبان رو دارن ولی با شرط میبندم که نرفتن تحقیق کنن و حتی کوچکترین مسائل رو بلد نیستن ولی فکر میکنن خیلی مسلطن به زبان نمونهاش رو دارم از نزدیک دیدم باید به عنوان یه زبان آموز فکر کنید شاید اینو اشتباه دارید یاد گرفتید یا دارید میگید برید در موردش تحقیق کنید کتاب هایی هست صفحاتی هست کانال هایی هست سایت هایی هست که میتونید ازشون در بیارید این جور چیزای گرامری رو کلمات رو و خیلی نکات دیگر رو برای بحث مکالمه یا یادگیری زبان کلا اینا رو از اونجاها استخراج کنید بعد به کار ببندید خودتون رو اصلاح کنید خب من اینجا برفرض اینو به کار بردم ممکنه که یه چیز بهتری هم باشه یا اصلا اینجا این گرامر کلا اشتباه به کار بردم میتونه یه چیز خیلی بهتر جایگزین بشه در کل این اصلاح کردن فوق العاده مهمه اینو حتما لحاظ کنید یه موردی هم بهتون بگم در مورد اون کسایی که مبتدی نیستن کسی که حرفش ده ماه ساکن استانبول ترکیه است داره صحبت میکنه توی محیط تا یه حد زیادی بلده و نمیخواد معمولا کسی بفهمه این خارجیه این که دارم میگم اکثرا پیش برای خودم خیلی پیش اومده بود و من خیلی خیلی برام مهم بود که جلوی بقیه مخصوصا مثلا بگن این چقدر وارده و کسی نمیفهمه این اصلا ایرانیه یعنی بیشتر که میتونم بگم خیلی مقام بالایی میخوام بدونه که میگن نمیفهمه کسی این ایرانیه این خارجیه فکر میکنن ترک این ترک صحبت میکنه این دیگه با آرات این دیگه مثلا واردی زبانه و نکتهش اینه که اگر میخوان کسی نفهمه شما خارجی هستید بهتره که این همسایه ما فکر کنم فوتبال نشون میده شبا یه جوری به بپر به بپر زیاده یک <تص> سر دنبال هم دیگه هم چیکار میکنن نکتهش اینه که در واقع خیلی سریع صحبت کنید خیلی سریع یعنی بیرتان اکمک استیوروم. مثلا میخوای خرید کنیم یه دونه نون میخوام بیرتان اکمک است. اصلا چیز نیست اینو بگی قطع به میفهمن و نشون میده تازن یاد گرفتی مبتدی که اینجور صحبت کنن ای چی اونایی که تکیف رو روشنه اونایی که میخوان بگن نه ما واردیم سعی کنن سری بگن برن بیرتان اکمک استیوروم. این اولیش دومیشم، میشم دو تا نکته کلا داره این بحث دومیشم میشم اینه که سعی کنید کمتر صحبت کنید <applause> خیلی دوستانه دارم اینو میگم چون اشتیاق شما رو نشون میده که تازه یاد گرفتید بازم یه طور که بلده دیگه بلده دیگه دیگه هی نمیخواد صحبت کنه هی نمیخواد خودش رو نشون بده هی نمیخواد با صدای رسا صحبت کنه معمولا آروم صحبت میکنه و یه چیز سری میگه و مثلا خیلی مختصر و اینا اینکه میگه برای جمع دوستانه نیست برای بیرون و جایی شاید رسمی تر و توی خرید و چیزای اینجوریه مثلا دیدم ایرانی تازیات میگیره مثلا مرحبا از دور سری نمیدونم ناسلسن فالا این خب میرسونه که تو تازه یاد گرفتی دیگه داری یاد میگیری یا کسایی که مقدار میخوان بگن ما بلدیم سریع صحبت کنن و کمتر یعنی من خودم سعی کنم خیلی مختصر و مفید کم چون بیشتر از میفهمم من خارجی سری سریع خوره بیشتر صحبت کنم در حد کارم و دیگه براتون بگم باز این حالا گفتم اینا سلیقه یا هایی که ممکنه دوست داره بقیه بفهمن این خارجی میتونه راحت صحبت کنه و یه سری با همین طرفند دوست پیدا میکنن ارتباط برقرار میکنن و خیلی هم خوبه اخلاق فرق میکنه آخر نکته هم لهجه است روی لحجهتون آخر از همه چی کار کنید همه چی رو اول کار کنید قواعد گرامه را نمیدونم کلمات فنون مکالمه سرزه مختلف داره همه اون اول بحث لحجه آخر کسایی که خودشون یا حالا واردن یا اساتیدی هستن توی این کار دارن فعالیت میکنن میان خیلی روی لهجه ها مثلا از شما ایراد میگیرن خیلی برای هم پیش اومده ها شما اولش برات نیست صحبت کنید دیگه فرقی میکنه که این گوزله یا گوزله مثلا هیچ فرقی واقعا نمیکنه برای تو که بلد نیستی خب اول برو یاد بگیر اصلا یعنی چی اصلا گزلی یعنی چی خب اینو یاد گرفتی حالا یا که جمله به کار ببر جمله رو یاد بگیر آخر از همه این توی مرحله اصلاح هست یعنی خود اصلاح داری میکنی باید اینا لحاظ کنی که لحجت هم سعی کنی بهتر شد ولی تمرکز من دیدم یه سری میذارن تمرکز رو بخش لحجه خب من لحجه داره بهتر میشه خب اصلا تو برد نیست جمعه بندی کنی بشه درد میخور لحجه خالی روی همش با هم کار کنید ولی تمرکز اصلی رو به نظرم روی اینکه تفهیم بشه اون مبحث اون حرفتون بذارید ما که فارسیم خود من باید تمرکز اولیم اولویتم روی تفهیم شدن حرفم باشه مورد خودتون خیلی باشید که زیبا کنین هشکالن